چرا اینجوری میکنی؟ چرا یکم کنی همه متنفر بشن تو نمیفهمی من اینجا پول خرج میکنم تو نمیفهمی من اینجا من اقتصاد نمیچرخونم و قشنگ همینجوری نگام کرد این پروندهمو از دستم گرفت بغلش نوشت با خودکار قرمز انجام شود سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز یه ویدیو داریم براتون راجبه به ایران و تفریحات ایرانی اگه دیده باشی ویدیو قبلی و میدونی که من دارم تسمس میکنم واسه میخوام بریم اوه چیو چه جوری الان این به اون گیر کرد سوال چرا ایران نمیای من پول ندارم دادا گرون هواپیما همه چی خیلی سوال به خودم من بازم از تو خرابتره تره اصلا کلا دل تنگ نمیشه واسه ایران دومی هر زدم اولش سفت بود ولی بعدش نرمتر شد الان خوشحالم ببین چرا برای ایران دارم تنگ میشه ولی هر موقع که دارم تنگ میشه بعدیاش هم یادم میاد که چرا نباید دلم تنگ بشه نمیدونم اگر حرفم مکسنس میکنه یا نه من هر وقت که اومدم ایران یه برای احمقانه پیش اومده حالا یا سر من یا سر یه نفر دیگه که همیشه میگه آقا چرا این ریختیه و این موضوع همیشه واسه من عجیب بود که تو ایران هر دفعه میام هید بدتر و بدتر میشه وقتی نیستم فراموش میکنم که ایران چه خبره کانا همه چی یادم میره و خوبم و دوباره و خوشحالم که اصلا ایرانیم هم و همه چی خوبه ولی بعد از اینکه چیز ایرانی میشم بعد میام ایران حالم به هم میخوره و فکر آخرین باری بود که اومدم ایران تصمیم گرفتم که آقا من دیگه هیچ وقت برنمیگردم چون چه اینقد میه خمیه حالا داستان آخر هم تعریف میکنم من پاسپورت که گرفتم از کانادا گرفتم اون موقع سفارت داشتیم اینجا آدرس ایران رو استفاده کردم نمیدونم یه داستانی داره از این میپرسم آدرس کانادا تو بدی آدرس ایران رو بدی اگر آدرس ایران رو بدی بعد بدی آدرس کانادا بدی منم حوصله نداشتم آدرس ایران رو دادم چون راحت تر بود بعد وقتی آدرس ایران رو بدی مهر خروج میخوای خلاصه من مهر خروج میخواستم من اینو نمیدونستم رسیدم ایران ساعت چهار صبح رسیدم ایران ساعت هفت بعد از ظهر همون روز پرواز داریم به قبرس ما مهمونی مثلا چیز مسافرت چیدن منم شاکی که آقا شما مگه عقل ندارین من الان 20 ساعت پرواز کردم اومدم اینجا بعد از 5 سال 6 سال اومدم ایرانو ببینم همون روز دارین منو میبرین میرم من یه چلو کباب نخوردم آقا خب مثلا چرا خب نداری مثلا دو روز دیگه بگین سه روز دیگه بگین منم واقعا دلم نمیخواست برم یه دوستمون یه دختری داشت و اینا همیشه میخواستن من و این دختره رو حکاب کنن هم مامابای دختره هم مامابای من منم خودی از این دختره بچه خوشم نمیومد. بعد اینا این قبرس رو ستاب کرده بودن که من برم اونجا با دختره باشیم من فقط من اون دختره اونجا تنها بودیم کسی نبود ما با هم هنگت کنیم مثل چند روز و من اصلا خوشحال نبودم که الان میخوام ایرانو که اومدم و دوباره ترک کنم و فلان بسا خلاصه رفتیم رفتیم تو فرودگاه و کاراشو کردیم نشستیم دم گیت منتظر هواپیما بودیم بعد یه با, با من گفت تو مهر خروج ندادی تو مهر خروج چیه گو این گفتم اوکی خب چیکار یعنی چی گفت تو الان نباید اینجا باشی اون کسی که پاسپورت رو چک کرده مال مهر خروج رو چک نکرده خب خوب شد دیگه راحت شدیم اگه این بود که اصلا امروز برنامه حالا من ناراحت شدم اونجا گفتم خارج سرویس اگه این مهر خروج چک کرده بود منو نمیذاش برم الان ما من میرفتن من اومدم اینا خونه خالی یه هفته یعنی اصلا چه تو مکس برای اینکه مامو هم نباشه خوبیش که بقیه راحتم بیان من که هر گویی میخوام میخورم خلاص اونجا خوش شاکی شدم که چرا اینطوری نه البته اینم بگم واسه میگم چون آدم همه هم طرف فواد بگه تلفنمو جا گذاشتم اونجا که میزری از اکس رد همونجا گذاشته بودم بمونه آیفونم بود سربازه نگرد شد که رفتم اونجا گفت آره این یه تلفن موده بهم پس داد دمش گرم که بود خدا کی دید دمت گرم خلاص آقا رفتیم قبرس و برگشتیم ایران رفتیم مهر خروج بگیریم پس ببین الان مثلا چه ایرانی بود یا قبرسی بود ایران فرودگاه خمینی بود ایران بود بعد رفتیم چی رفتیم رفتیم قبرس و برگشتم رفتیم مهر خروج بگیریم حالا من کلا فکر کنم 20 روز اومدم ایران آردی 5 روزش نبودم 16 روز مونده یه روزم این اول رفته هواپیما یفا بگو 15 روز مونده روز اول رفتم چیز بگیرم مهر خروج هم بگیرم یه دو قوزاوات باید روندگی کنیم بریم اوکی نشستیم ساعت 7 صبح بلند شدم از خواب مثلا من آخرین باری که هفت صبح بلند شدم مثلا 2001 بوده هفت صبح خواب بلند شدم چرا چون اگه بریم ترافیک میشه نمیدونم پلاکمون زوج نباید فرد باشه خیابون نارنجی ها امروز فقط میشه رفت زردا فردا فقط پلیس میتونه بره مثلا به شهر موشا چه مسخره بازیه چرا مثلا اداره دولتی اینقدر سخته بشه سینا خب دو با دو تا بکنید. یکی دیگه این مگه مشکل زمین داره مثلا دولت میدونی دولت اینا نمیفهمن منطقتون چیه خلاصه گفتم اوکی هفت صبح بلند شدم بعد رفتیم اونجا و رسیدیم پارک کنود دست بدین چون پارک کن انقدر راه برو تا برسی به اون خراب شده خب ما با شما که میدین چه درست کنیم واسه مردم چرا ساختمون بغلی نگفتیم بکوین بکنین پارکینگ چون میدین که آدم اینجا با شما حرف بزن چرا رفاهشون براتون اهمیت نداره نمیفهمین احمق این چی واقعا از در وارد شدیم تو یکی واسه اونجا همه چی تو بده چی تلفن تو بده این تو میگم چرا اینجا تلفن نمیتونه وارد شه میگم وا تو یه اتاق یا یه, یه مرتی که نشسته باشه میز الان من تلفن میارم چی بگیرم از این چی شما دارین که دارین محافظت میکنین تو این لول مثلا ما ارتش آمریکا وارد میشه تلفن ازم نمیگیرم میگن لطفا عکس نگیرین توی اینجا رفتیم چیه داستان من منطقه تو ش... تلفن تلفن رو دادیم رفتیم تو وایس دادیم مثلا برو فلان جاس اتاق فلان اوک طبقه سوم آسانسور مثلا پله برو برس به اونجا خب ما اومدیم حسین رو ببینیم حسین نیست میگن خ خب حسین کجاست دونم حسین که به من نمیگه حسین رئیسه میگم خیلی خوب کی کار حسین رو انجام میده وقتی حسین اینجا نیست کار حسین رو که کسی نمیتونه انجام بده فقط حسین میتونه کار حسین انجام بده میگم یعنی حسینی که الان تنها کسی که میتونه کار بکنه امروز اینجوریه میگاره بعد میگم امروز قرار بود نیاد میگه نه قرار بود بیاد میگم خب منو بعد چیکار کنم برو فردا بیا میگم خب مگه فردا اومدم حسین نبود چیکار کنم میری پس میگم خب هر من مسخره تو هم مگه اینجا سر کار نیست مگه حسین مسئولیت نداره چه, چه مسخره بازیه یه شماره است من زنگ بزنم ببینم حسین هست یا نه و بیا اینجا اسکل پارک کنی هفته صبح بیدار شی بیا اینا یعنی مغزم مثلا داره منفجر میشه که مگه میشه یک کشور انقدر احمقانه بره جلو میدونی من اگه یک کشور رو بگیرم هفته اول اینو میفهمم هفته اول نه بعد از 45 سال باشه اینا او خوبه دیگه همین روش که حسین میره جلو عالیه بعد فردا رفتی جواب بودی که این اتفاق افتاده ها چند روز اومده بودی یا می چند روز اومده بودی 20 روز 15 روزش مونده بود فکر کنم 20 روز اومدی اگه یه سال می‌خواستی میای چی ما همه‌چیم همینجوری یعنی مثلا فکر کن... تو مثلا برای یه مهر اینجوری شدی همین رو بد برای همه داره تکرار میشه با... مثلا ببین کن ما... کلا مردم اینا به حالت سری رسنه یعنی کلا سر شدن از همه چی نانی نانی دارن هم دارن هم از این خب چیزی که داره میگه تازه داره نه اتفاقا نه نه اینا همش کوره <تصف> ایرانی هیچ کی هیچ چی سر نیست همه شاکی هن، همه عصبانی هن، همه گرگرو هن، همه دارن خار همسایی و اینو سرویس میکنن هیچکی سر نشده فقط همه خ... دی... نمیدونم باید چیکار کنم مثل منی که آمادم اونجا میگم آقا حسین میگه حسین نیست دیگه نمیدونم هیچ کاری نیست نه راه بسید نه نشته آره دیگه یا باید بزنی به بگیری یا باید چیز کنی دیگه اصلا خورد خورد کنی دو تا چیز نداری دو تا آپشن کلا داری یه آپشن میشه بعد حالا گوش بده فردا میرم سه شنبه حسین باز نیست چهارشنبه میرم حسین اومده اوکی دمش گرم بالاخره اومد سر کار میرم پیش حسین میگم آقا من این مهر خروج لامصب رو میخوام بعد اول میگه تو که مهر خروج نیست خارج شدی رفتی قبرس میگم اینو بعد از اون س... ستاد دو شما بپرسین از من بهشم گفتم گفتم من تا من نمیخواستم من برم خدا بود شما اینو میگفتی نمیدوشی من برم یعنی تنها دلیلی که این گوهو درست کردی اینه که یه نفر نداره نره ما که رفتیم حالا خلاصه اینجاشم یه خورده ناراحت بود ولی نیه میدونست که چی بگه یعنی میخواست یه کاری به من بکنه ولی من چه شما گاوی من چیکار کردم بعد گفتش که خیلی خوب اینو 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 میخواد شناسنامت و کاغذ پایان خدمت تو معافیت تو نمیدونم این یکی تو اون یکی تو گفتم خب چیزی که تو همه میگی توی کانادا تو گاف صندوق منه من بعد چیکار کنم و این این قشنگ این ریاکشن حسین در هرزه بود گفتم حسین جان شما مسئولی که این کارو انجام بدی یه نفر الان از خارج اومده ندارین رو که تو میگی و بعد چه گوی بخوره زنگ بزنم به کانادا تمام رفاقت ها و زنم و کارم و اینا رو همه کنسل کنم چون که حسین نمیدونه من بعد چیکار کنم و بمونم زندگی منجا شروع کنم الان حرف تو اینه به من بعد گفتش که یه کاغذ این مثلا م... م... در آورد نمیستن که داشت پاره میشد مرحرزه بعد نوشت باید بری اینجا و اینجا و اینجا سه جا رو واسه من نوشت که باید بری مثلا فرما رو بگیری و من گفتم خب اگه با این استادی که تو داری میری جلو من میخوام سه تا جای دیگه برم تازه فرمای واقعی بخوام بگیرم پایان خدمت و شناسنامه و اینا که اونا هرکوش یه ما ما رو بده اونم باز من تا پنج ماه دیگه باید ایران باشم خلاص آقا ما یک از دوستامو که دوست صمیمی فرستادم خونهم رفت اینا رو گرفت هم تو فیسبوک زنم من همیشه دوست زیاد داشتم هم تو فیسبوک زدم که آقا کسی داره میاد ایران یکی داشت فردا میومد ایران دوستم رفت کاغذار داد به اون اونم موردش ایران خلاصه من مثلا پنج شنبه دوباره رفتم پیش حسین گفتم که حسین بیا همه چیزی که خواستی اون آوردم گفت گفتم آره اینجوری که کانادا بالاخره واسم رسون گفت خب از خوب خوبه، راحت شد اینا خیلی خوب این اینجا باشه تا ما ریویوش کنیم میگم چی میخوای ریویو کنی مگه که رفتم اومدم من میدونی خارج نمیکنم من نمیفهمم منطقه چیه این پای خدان واسه این مهر خروج کسی که مثلا نتون از کشور من که عادی رفتم مگه میخواستم مثلا فراری بودم که دیگه بر نمیگشتم وقتی شما اشتباه کردین منطق احمقانه چیه مگه 20 پیش اومدم من مثلا یعنی مثلا 5 اومدم اینجا نمیفهمم چی داری فکر میکنی با خودت خب نه اما بعد ریویو کنیم اوکی ریویو کرد دو روز بعد دوباره براش میرسه پیشش این انجام شده نه انجام نشده دو روز بعد دوباره رفتیم انجام شده گفت نه انجام نشده دو روز بعد دوباره رفتیم انجام شده گفت نه انجام نشده سر و اندخم رفتم تو دفتر حسین پلیسام جونم بگیر گفتم بگیر ب... م... یعنی حالا به اون نایسی گفتم برو گوم اصلا نه جدا من اصلا عالم حساب رفتم در باز کردم تو عصبی گفتم چرا اینجوری میکنی من نمیفهمم من الان 20 روز اومدم ایران این 15 روز مونده من, من 15 روز اومدم ایران هفت روزه دارم قیافه تو رو میبینم من نیومدم تو رو ببینم ایران چرا اینجوری میکنی چرا یه کاری همه متنفر بشن تو نمیفهمی من اینجا پول خرج میکنم تو نمیفهمی من اینجا من اقتصاد نمیچرخونم چرا باید یه کاری بکنی که من عصبی کنی منطق چیه چه سودی میتونه واسه تو کشور من واسه کی داشته باشه این کار احمقانه این که تو میکنی و قش همینجوری نگام کرد این پروندهمو از دستم گرفت بغلش نوشت با خودکار قرمز انجام شود گفت ببر شده به همون دفتره بلند دارم به اون خانومه خانومه قرمزن دید جلوش یه مهر بود ورداش زد تو پاسپورت من داد به من گفتم خب مادر تو سگ سرویس ده روز من رو بیرم بسید که بنویسی انجام شود خب اینو می نوشتی دیگه مادر چرا و حالا اینا زده میگه با پول بدی میگم خب که چقدر پول بدم میگه اینجا که نمیدی بعد با بری پست آفیس بدی میگم چرا ببرم پست آفیس آقا جون من اینجا کار میکنم من که قانون نمی اینا همه ایرانی ها من اینجا فقط انجام وظیفه است گفتم که خب اوکی بده ما انقدر بعد ده هزار تومن بدی به فلان اوکی فیشو گرفتم رفتم ماشین گرفتم رفتم پست آفیس رفتم تو صف وایستادم بعد از 20 دقیقه نیم سر رسیدم. به اون دوست پیش میگم که آقا به ما پول بدین اینو اینجا نمیتونی بدی اینو باید بری پست آفیس مرکزی بدی میگم خب من چرا اینو بعد الان بفهمم چرا تو اون فرم دیگه دادی به من بالاش ننویشی قرم توجه توجه فقط پست مرکزی چرا زدی برو پست من آقا نمیدونم من این فقط کار میکنم اوکی رفتیم پست مرکزی پست مرکزی پولو دادم برگشتم اونجا به خانم میرم تو سخت اورو وایم میسم دارم زنه میاد جلوم، یعنی منم جلوی زنه فیش رو 10000 تومن دارش میذارم میگم بفرمایید این پولو پرداخت کردم پاسپورت رو بده 5000 من دیگه باید بدین میگم 5000 بعد به شما بدم میگه بله میگم میتونم بپرسم چرا 15000 تومن نمیگیرین که من ن... نشه آقا من نمیدونم من فقط اینجا کار میکنم با صدای خانم زنم که همش این تایی تبعت میکنن همش شاف فکر من طبیعیه چون با من کیوت میشن من آقا نمیدونم من آقا نمیدونم من اینجا کار نمیدونم من فقط کار میکنم ببین میخواستم آتیش بکشم اونجا رو که میگم چرا فقط کاراتون احمق بازیه اگه پول میخواد برید سا مرکزی دیگه تو چرا میگیری من تمام فکر کردم که خواهی دنیا همه دو زن و نمیدن فرهنگ کنم کسیفه میفهمم نمیخوام پولو بدن این زن هندل کنه پولو دارم میدن دست پست مثلا منطقم این بود و بله لحظه آخر که رفتم دیدم نه تازه اونم دوباره پول میگیره گفتم خب تو که اگه پول میگیری بس مرگ دیگه چیه این بازی ها واسه چی بود واقعا بعد مثلا من دم ده روز از سفرم و گذروندم بخواست اینکه فقط این اتفاق بیفته یعنی نه چیز خاصی خواستم نه خفم بوده نه خواستم مثلا یه برج بسازم حالا اجازه میدن اجازه نمیدن نه خواستم جنس جدید وارد کنم هیچ کاری نکردم میدونیم اومدم به کشور حال بدم به اون که تو کشور نیستم و کشور گفت بزن سرویس کنی چرا من دلم میخواد برگردم تو این کشور بعد تازه هوا کثیف مردم عصبی هن. ایران فقط واسه من غذاش همیشه خوب بود من میدم غذا کره میکردم تو کره غذاش بودم الان دیگه خارج از ایران انقدر پیشرفت کرده که غذاش نزدیک ایران شده از اون ور هم غذای ایران می شده همونقدر یعنی پنیری که من تو ایران بودم میخوردم مثلا سال 25 سال پیش اون پنیر الان نیست سوسیس پنیری که من میخوردم 25 سال پیش سوسیس پنیر الان نیست قشنگ فرق کرده و میگم ایران اینجا بود واسه زائقه من خارج از ایران اینجا بود بعد ایران رید خارج از ایران پیشرفت کرد الان یکی شدن واسه همین دیگه اونم هم نداره که بیای ایران غذاشم بخوری مثلا چه میدونم برای من اگه بخوای اونجا حساب کنی ساندویچ بهاران تو شریعتیه نمیدونم اسکان نمیدونم تجریشه یه سری جاهای اینجوری پاس... پاساش قائمه پاساش کیشه وقتی این دفعه اومدم رفتم یعنی مثلا این دفعه که نه حالا هم دفعه اولی که برگشتم رفتم توشون از تک تکشون بدم اومد یعنی مثلا این چیه چون وقتی تو دهاتستان داری بزرگ میشی یه ساختمون که توش مثلا سنگ زدن برات قویه وقتی میای میفهمی دنیا چه خبره برمیگردی تو دهاتستون میفهمی که چقدر دهاتی بودی وقتی توشی نمیفهمی فقط وقتی میای بیرون میتونی بفهمی مثلا وا من این مغازه رو مثلا نظرم خیلی قشنگ بود یا مثلا اینو یه خاطره این که مثلا یه متر در دو متره. یه یارو صندلی گوشه روی شیشه جلوشه من مثلا فکر هر چه مغازه خفنی یا مثلا این لباس که دوست داشتم هم که همه لباسش جنسش می‌آشغالیه آشغالی چی من مثلا چه اتفاقی داره میفته چه یه چیز قشنگ نیست بعد میگن که خب نه دیگه اینجا نباید خرید کنی الان باید بری سام سنتر تو فرشته حالا مثلا اون که من بعد میری سام سنتر میبینی قیمت کاناداست همه چی 800 دلار 900 دلار میگی خب بس اینو که دسترسی دارم بهش اونی هم که دسترسی ندارم بهش که آشغال خاطرات هم, هم پس همش چرت و پرت بعد میرفتی تو جیگرکی بوی بد میداد غذا میخوری میدی یارو مثلا دستش کثیف گوشت نپخته بود در میانی خونه مریض میشدی خلاصه هیچ جایی نداشت که من برم بگم اه یادته اینجا بودیم هیچ جا مثلا از بام تهران گرفته تا نمیدونم هیچ جا هیچ جا. جا نیست من برم شمال بگم او یادته هر جا رفتم فقط برام عجیب بود که چرا من اینا رو دوست داشتم چی این برای من جالب بود حیف باشه چیزی که من دوست داشتم ببین چی شده مثلا وقتی میرفتم خزر شهر انقدر آشغال بود توی ساحل که باورم نمیشد که میگفتم چرا اینجوری شده ساحل من که بچه بودم ساحل تمیز بود آشغال نبود توش چه حیف شد میفهمی چی میگم تازه خزه شهره تازه خزر شهر آفرین تازه این بقیه چی میشه برای من من شخصا از ایران هیچی رو نمیبینم که میس کنم و اگه تو بیای خارج به نظر بنده دوباره و اینجا تو موفق بشی موفقیت هم چیزی که تو مغزته نه که چیزی که مردم فکر میکنن و مردم میگن تو نمیخوای برگردی ایران چون همه چی اینجا داری تمام کسایی که برمیگردن ایران کسایی که اینجا فیلم هندی نگاه فیلم ترکی نگاه میکنن کسایی که اینجا رادیو جوان گوش میدن یعنی یارو فرهنگش عوض نکرده فقط انگار مثلا اومده مسافرت تو اگه بری مسافرت یه کشوری فرهنگش رو یاد نمیگیری یه جا پیدا نمیکنی که مثلا هر پنج شنبه بری سوشی بزنی برای همین چیز خاصی رو جوش نداری برای همین به قول تو ما اون قدیماتو میس میکنی یا مثلا هر وقت کره میکنیم بعد از مهمونی میرفتیم بهاران ساعت دو نیم صبح چه زمون چه حالی میداد چه دمه درش چه بگو بخندی بود بغلش آب میوه تو چال بود چه اشغالی میکردین فلان بسا بعد می میبینی اصلا نه نه اصلا نمی نمیدی دیگه چرا چون میای اینجا ساعت دو صبح تو پیدا میکنی من وقتی دمتان بودم یه مغازه بود توش بیگل درست میکنه و 24 ساعت هم بازه با چوب هم درست میکنه میری دمش بوی چوب سوخته داره میاد بعد میاد بیرون همونجا میزنی میخورید اصلا چه صافه خوشمزه خب من وقتی میام ایران اونو میس میکنم میفهمید چون وقتی میام ایران میگم اه. الان اگه این ونکوور بودی میبردم اینجا پشمات بریزه میفهمید؟ تو چیزات رو ریپلیس میکنی ولی اونایی که میان خودشون میزنن توی پاز من یه ویدیو دارم راجع به مهاجرت که میگن که مهاجرت کنه یه ویدیو نکنه اون کاری که من تو اون ویدیو میگم تو اگه بکنی امکان نداره تو ایران میس بکنی امکان نداره ولی من خیلی دارم میشستم که میان اینجا زندگی میکنن و چون زندگیشون سخته دلتنگ اون رفاه و راحتی که تو ایران داشتن ولی اگه تو ایران می بودن، اون رفاه بیچاره شون میکرد چون نه پولی در میآورن نه پیشرفتی میکردن نه چی الان میاد اینجا پول در میاره بخور نمیر میاد ایران توپ حال میکنه به علاوه این که میاد ایران یه جورایی سلبریتیه هر مهمونی که میری شنیدم شما از کانادا اومدین شنیدم شما از آمریکا اومدین شنیدم شما از آلمان اومدی بله اونجا خیلی خفنه آره خیلی باحال فلا میدونی اونم بازی حالی میده من چون نمیخوام بیام تو کسی چوسی بیام نه نمیدونم اینجا کمون کسی داره وقتی میام ایران همش اینجا رو میس میکنم که آقا یه خاطر... هم تو ایران نداری که همه هم اون موقع هم که هم 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 داشتم همین بود هم اون موقع که داشتم همه کس کارم هم. مثلا چ میدونم عمم و عموم و اینا هم ایران بودن اون موقع که می اومدم ایران اولین باری که اومدم ایران برای عروسی خواهرم بود بعد من توی چیز اومدم اول تابستون اومدم یعنی یه ماه مونده بود تابستون بشه چی میگه فروردین اولیوش خورده من, خورده. من خوردان اومدم, خورده. اومدم ایران بعد از خورده چیه تیر تیر شهری بر قبل شهری بر برگردم بعد پنج روز که ایران بودم به بابام گفتم اوکی یه بلیت بخرم برگردم کانادا شهری برای عروسی برگردم که بعد با بلیت الانم برگردم دوباره کانادا <تصورت> <آمده> چون بلیت اولیم سه روز بعد از عروسی من برمیگشم کانادا گفتم پس اوکی من بیا بلیت دیگه بخرم برگردم کانادا اون وسط تابستون رو بمونم کانادا بعد برگردم ایران برای عروسی دو روز عروسی رو بمونم فردا پس عروسی هم برگردم دوباره برگردم برم که بعد بابام اومد بهم که آقا تو من الان چهار ساله به قناه رو بچه هم پیشم نبودن دلم میخواد شما اینجا باشین ببرمتون بیرون دوستانم ببینم تو می دوین حال اول میکنین اگه میشه به خاطر من بمون این اولین باریه که بگشتم ایران دیگه الان که اصلا فکرشم نکن یه بار یه بار اومدم تو دو... یه بار اومدم دوبه مامانم زنگ زد زن هر روز زاده اومدی دوبه ای نمیای ایران گفت تو دوبه اومدی نمیای ایران؟, ایران چه لقه با ایران فاصله داری گفتم اگه دیوونه چی چیکار کنم یعنی پس مثلا با چه مثلا همه یه ایرانی بودن رو دارن نیا مثلا میخوای به موکو بگی مثلا یه روز نمیخوایم مثلا تو زنده دیشی ببرمش میگی میگی آبرو میمیره آره آبرو میره چون دیدم بچه های دیگه که اینجا هستن دو 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 دو. یه سری بچه دوز یه سری که فقط کلا دو تا بچه دارن نمیتونی که مام باباشون میرن و میرن و بچه ها تو این پروسس به دنیا اومدن یکی دیگه هم بچه دیدم که مثلا تا پنج سالگی ایران بوده بعد اومده اینجا هفت سال اینجا موندن 13 ساله دوره برگشته ایران و من جفت این بچه ها رو نشوندم باشون حرف زدم ازشون پرسیدم که چطور بود ایران اینا ببین راجبه مثلا یه تویده تو صحبت میکردن میفهمی چی میگم این خیلی بد بود باسه من خیلی ناراحتم کرد چون الان پاشا و فکر فهم ایران خیلی خفنه چون مثلا اکس ما رو میبینن تو باغ و نمیدونم بغل اقیانوس خصوصی و نمیدونم فلان و بسال و کل رستوران و عروسی های خفن و مهمونیای گنگ اینا این و رو از ما دیدم. فکر میکنن الان ایران به همونجوری که ایرانی فکر می‌کنن آمریکا میان چه خبره الان بچه‌ها من اونوری فکر میکنن من اگه همین سیسا بیام که نه من نمیتونم برم اینا به خاطر یوتیوب و اینا بچه‌ها رو میتونم همینجوری توی خاطر ای ایران تخیلی آره. ایران واقعی. بیان اصلا بی ناموس چی... میشن <applause> چون که به میگم با دو تا بچه حرف زدم بهشون پرسیدم مثلا به ایران چیه ببین میگفت حالمون به هم میخوره جای تو می کسیف یده بو میده قضاشون بده نمیدونم تاروفی هن دروغ میگن اصلا انقدر حرفای بد داشت بزنه راجع به ایران که باورم نمیشه اصلا داره بچه مثلا یه چارده پونزه سال اینا در میاد انگاه مثلا اس اصلا, اصلا نمیشه که چرا ایران آشقالیه خب این, این دلیل بنده بود که من چرا نمیام ایران دم برابکس گم عشقی که ویدیو رو نگاه کردین این هدفون هم خیلی خوبه یعنی نه گوش اذیت کرده نه چیزی میکنه امیدوارم که جزء ارزوناش باشه من نمیدونم قیمتشون کدوم چی بود ولی امیدوارم این ارزون ترین باشه آقا دمتون گم لطفا لایک و سابسکرایب نکنین هر کاری که, که دلتون میخواد بکنین چاکس So oh.